بیش از 10,000 نفر با برپایی تظاهراتی در مقابل نهادهای اروپایی در بروکسل مخالفتشان را با توافقنامه تجارت آزاد با آمریکا و کانادا ابراز کردند. در چند هفته گذشته انتقادها از توافقنامه تجارت آزاد با آمریکا افزایش یافته. حتی فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه هم خواستار توقف مذاکرات شده. اگر این توافقنامه امضا شود قیمت دارو افزایش پیدا خواهد کرد. شاید این توافقنامه برای اقتصاد مفید باشد ولی به ضرر مردم است. خیلی از مردم اروپا بر این باورند که این دو توافقنامه موجب کاهش کیفیت زندگیشان می شود. آیا حاضریم کیفیت زندگی خود را فدای چند درصد رشد اقتصادی کنیم؟ این پرسش اساسی است. آیا راه دیگری برای اشتغالزایی به خصوص اشتغالزایی برای جوانان نیست؟ اکثر شهروندان مخالف توافقنامه تجارت آزاد با آمریکا و کانادا هستند. بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی در فرانسه 7 نفر از 10 نفر این دو توافقنامه را خطرناک می‌دانند. بر اساس داده‌های کمیسیون در اتریش و آلمان به ترتیب 20 و 26 درصد از تعداد موافقان این دو توافقنامه کاسته شده.